به نام خدا، سلام خدمت همه شما بیننده‌های عزیز ارجمند. امیدوارم که حال شما خوب باشه. خوش آمدید به گزارش ویژه ما از نمایشگاه عکاسان ایران و افغانستان که در سالن علامه سلجوقی هرات برگزار شد. نمایشگاهی که آثار نقاشی و عکاسی مشترکاً توسط عکاسان و هنرمندان افغانستان و ایران برگزار شده و صحبت‌هایی هم خواهیم داشت با مسئولان برگزاری این نمایشگاه، با اشتراک کنندگان و از تماشای آثار ارزشمند شما هم لذت ببرید. دوستای عزیز، میریم یک گشتی هم میزنیم مثل یک بازدید کننده، بازدید میکنیم ببینیم که چی به چیه و آثار رو میبینیم. آثار خیلی ارزشمندی به اینجا به نمایش گذاشته شده. گلهای ارغوانی، عکس خیلی زیبایی از سید مصطفی یوسفی که فکر کنم نیشابور هست، آرامگاه عمر خیام. خب، اتحادی عکاسان و فیلمبرداران ولایت هرات، مرد کهنسالی که پورتره بسیار زیبایی هست و تک درخت زیبایی که در یک روستا به نمایش گذاشته شده. بازم عکس‌های زیبا از طبیعت، گل سفید و خیلی زیبا و همچنان یک اثر پاییزی. این طرفتر هم بازم عکسی از مسعود سلیمانی سپه که خیلی قشنگه و اینجا هم عکس دیگری از اتحادیه عکاسان ولایت هرات. بیشتر طبیعت، فرهنگ و هنر دو کشور در این نمایشگاه به چشم میخوره و بازتاب داده شده که بر صورت خیلی هم ارزشمنده. عکس زیبایی از پل مالان هرات که از ایلیاس جان هست، ایلیاس جان رضایی، و این طرفتر هم بازم عکاسی از طبیعت، از بناهای تاریخی، عکس بسیار قشنگ از قلعه اختیاردین یا ارگ هرات، یک مکان با عظمت و با شکوه. این طرفتر هم تنگ ماهی و سبزک نماد نوروز در فرهنگ ایران و افغانستانه، و این طرفتر هم همان پوشش قدیمی محافظان یا سربازان قدیمی که در این عکس شما تماشا میکنیم چقدر زیبای در این عکس هم فکر کنم در قلعه اختیاردین هرات برداشته شده. و باستم آثار نقاشی زیبا که در این نمایشگاه شما میبینیم که جلوه های بسیار ارزشمندی هست. یک نکته ای که خیلی خیلی مهمه دوستای عزیز و بیننده‌های گرامی، طبقه هنرمند در جامعه ما به ویژه حوزه نقاشی، خطاطی به شدت نیاز به همکاری دارن، نیاز به ساپورت دارن
شما با خریدن آثار اینا میتونیم اینا رو کمک بکنیم و انگیزه بدیم تا ای که بهتر و بهتر در واقع بتونن که کار بکنن، فعالیت بکنن و در مسیر رشد حرکت بکنن. و تلاش شما، کوشش شما ای باشه تا اونا رو حمایت بکنیم و با حمایت از طبقه هنرمند، در واقع از فرهنگ، از اصالت جامعه خود ما میتونیم که حمایت داشته باشیم و همچنان سپورت بکنیم. خب رفتیم، ما هم بازدیدی کردیم، خیلی خوشایند بود، تصاویر بسیار زیبایی بود، انشالله که مستدام باشه. روابط نیک افغانستان با کشورهای مختلف دنیا، میریم به سراغ مصاحبه و با مسئولان و بازدید کنندگان صحبت. در کنار یک تن از همزبانان خود هستیم که از کشور ایران تشریف آوردن به هرات. به رسم مهمان نوازی خوش آمدید میگیم برای شما. خیلی خوش آمدیم به شهر باستانی هرات. ممنونم، خیلی خوشحالم که امروز در شهر باستانی هرات هستم، شهری که بوی جوی مولیان میده، شهری که بوی تاریخ میده، شهری که من همیشه اولین خاطره ای که از هرات برام تداعی شده اونه که پشت ماشین‌های هرات همیشه نوشته بودن هرات باستان. این برام خیلی مهم بود، خیلی دوست داشتم یه روز بیام هرات و هرات رو ببینم و امروز بسیار بسیار خوشحالم که در خدمت شما دوستان خراسانی و هراتی هستم. خیلی ممنون. نام و مبارک شما؟ من حسنم، حسن گیاهی. حسن گیاهی. بله. آقای گیاهی، هرات چگونه دیدیم؟ آیا اولین بار به هرات اومدیم؟ بله، من اولین باره که امروز به هرات اومدم. شهر بسیار زیبایی بود. من از جاده که می اومدم خیلی روستاهای بسیار بکری داشتین. خود شهر هرات شهر بسیار باستانی هست، شهری که همیشه من اولین چیزی که از هرات تو ذهنم تداعی میشه اون بحث تاریخ و فرهنگ هرات هست که یک زمانی اینجا مکتب هرات بوده، بخصوص در دوره تیموریان. واقعا شهر بسیار تاریخی واقعا عجیبی، اما متاسفانه کمتر شناخته شده. امیدوارم این نمایشگاه ها بتونه بیش از پیش توانمندی ها و ظرفیت های فرهنگی، تاریخی و گردشگری شهر باستانی هرات رو بیش از پیش به نمایش بگذاره. بسیار عالی. شما با عنوان یک گردشگر آمدین به هرات و هم برای دیدن از نمایشگاه، دیدن از جاذبه ها، شرایط فعلا چگونه میبینیم و خواسته شما از دیگه گردشگرهایی که قصد آمدن به هرات دارن چیه؟ من واقعا شهر هرات خیلی شهری بکر دیدم، شهری که بوی فرهنگ میده، بوی تاریخ میده، شهری که واقعا جاهای دیدنی بسیار زیادی داره. هرچند که ما هنوز تازه رسیدیم، خیلی فرصت نکنیم، اما با توجه مطالعه‌ای که نسبت به هرات دارم میدونم چه شهر عجیبیه. من از گردشگران میخوام این ذهنیتی که شاید حالا یه خورده نسبت به هرات یه خورده خوب نبوده تو ذهنشون، شاید با یک بار منفی ایجاد شده باشه، واقعا اینجوری نیست. شهر هرات شهر بسیار امنی بود، شهر بسیار خوبی هست، شهری هست که واقعا انسان حیفه نبینه، حیفه که شما منارهای تاریخی هرات نبینین، حیفه که مسجد باستانی، مسجد جامع هرات نبینین، حیفه که قلعه تاریخی اختیارالدین نبینیم. شهری که واقعا یک پایتخت فرهنگیه، یک زمانی فکر کنم به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شد. امیدوارم این روند ادامه داشته باشه و ما هرات فقط با فرهنگش بشناسیم. فرهنگی که من از گردشگران عزیزی که حالا این صحنه رو مشاهده میکنم خواهشمندم، هرات رو به عنوان یک مکان، یک مقصد جدید گردشگری انتخاب کنن. مطمئن باشن یه ماه طول میکشه تا از جاذبه های اینجا بازدید کنن و اون لذت واقعی رو از شهر باستانی هرات ببرن. بسیار عالی. و باشه، چند سوال هم بپرسم. سعی کنم که با فرهنگ افغانستان کدام بخشای بیشتر میپسندیم و پسند میکنیم. شما در مورد تاریخ صحبت کردیم، در مورد بناهای تاریخی صحبت کردیم که گفتیم مطالعه کردم برای ما ارزشمنده. کدام جاذبه هرات بیشتر دوست داریم و هیجان زده ایم که زودتر از این نمایشگاه
خلاص شما بریم ببینیم. البته من یک این نمایشگاه خیلی برام جذاب بود، خیلی دوستان عزیزمون هم در کشور افغانستان هم در کشور ایران زحمات زیاد کشیدن، بجز آقای دکتر خالق نیای عزیز که میدونم سهم زیادی در برگزاری نمایشگاه داشتن، سرکنسول محترم آقای صدیقی فر، دوستان خوبمون عکاسان محترم به خصوص همکار عزیزمون جناب پهلوان که در اینجا حضور دارن و آثارشون هم هست به نمایش گذاشته شده. ولی عرضم به حضورتون من چیزی که برام جالبه تو هرات، یکی بحث مردم شناسی اینجا خیلی برام جالبه، این که با لباس محلیشون با لباس سنتیشون ظاهر میشن، بعد موضوع بعد تاریخ و فرهنگ افغانستان به خصوص آثار تاریخی زیادی که در گوشه کنار شهر تاریخی، حالا من یادم شد مثلا پل تاریخی مالان، خیلی دوست دارم پل تاریخی مالان رو ببینم و از این جاها که کم نیست ماشاءالله تو شهر باستانی هرات. خیلی خوب، در اخیر یک شعر زیبایی دکلمه کنیم. چقدر زیبا دکلمه میکردیم، من موقعی که وارد شدم دیدم شما داشتیم آهسته آهسته زمزمه میکردیم پیش خود، دکلمه میکردیم شعر، هر شعری که دوست داریم میشه بخونیم، ما هم لذت. آره من یک ربایی هست در رابطه با هرات شنیدم، اونو براتون قرائت میکنم که فکر میکنم خلاصه و مفید شهر باستانی هرات رو معرفی کنه. من از شهر قناویز و قناتم، ز شهر توت و انگور و نباتم، کمی روشن ترک گویم عزیزان، خراسان زاده ام، اهل هراتم. بسیار عالی، بسیار عالی، موفق باشیم انشاءالله، لحظاتی که در هرات هستین لذت ببریم و کار خدمت به ما باشه، ما به خدمت شما هست. مرسی، من مطمئنم هرات حتما به هم خوش گذشته و خوش میگذره با وجود دوستان مهربون و مهرورزی چون شما. واقعا من میخوام از این تریبون استفاده کنم به تمام مردم دنیا بگم این دوستان افغانمون، دوستان هراتیمون واقعا مهمون نوازن، واقعا مهربونن. یک پار این تو این شهر شما یک پارچه مهربونی رو باید تماشا کنین و من از تمامی دوستانی که صدا و تصویر منو میبینن تقاضا میکنم بیاین مهربونی رو در شهر هرات تجربه کنید. چقدر عالی، پیام فوق العاده ای هست، موفق باشین، وقت شما خوش، خیلی ممنون. مرسی، قربان شما، خوش باشید. خداوند بخشنده و مهربان، فوزه یوسفی هستم، یک تن از معلمین زبان و ادبیات دری در ولایت هرات. خوب آنچه که واضح و مسلم اینه که کارهای فرهنگی همیشه در هر جامعه در هر محیط و منطقه تأثیر و ارزش خاص خود خود داره و همچنان پیام‌های خاص خود خود داره. همچنین نمایشگاه ها میتونه دریچه امید برای ایجاد صلح و صمیمیت، دوستی و روابط مشترک و دوستانه بین ملل و مردم دنیا، نه تنها دو کشور و مردم دنیا بشه. و این نمایشگاهی که فعلا در هرات برگزار شده و به طور مشترک از مشهد، کارهای مشهد و هرات، خیلی یک کار بسیار خوب در عرصه اینه که با حضور خانم ها افتتاح شد و این یک امیدیه که خانم ها در آینده هم با آشیه نخواهند رفت از عرصه علم و هنر و فرهنگ و ادبیات. کنار یک تن از برگزار کننده های این نمایشگاه هستیم، از برگزار کننده های افغانستان و هرات. سلام، وقت شما بخیر، معرفی بکنید. سلام علیکم، سلام خدمت شما. احمد کامیار هستم، مسئول رسانه خانه خبر و همچنان مسئول برگزاری نمایشگاه بویجوی مولیان. بسیار خوب احمد آقا، از این نمایشگاه بگیم، هدف بیشتر چی بوده؟ از آثار بگیم، پیامی که آثار منتقل میکنه برای مخاطب چیه؟ ب
بیشتر مفهوم عکس ها و چه تابلوهای نقاشی بیشتر نماد صلح هست و همونطور که از نام نمایشگاه پیداست، نوروز نماد صلح و دوستی، صلح با طبیعت، صلح با سیاست اجتماع، بیشتر این موضوعات رو در بر میگیرن. بسیار عالی. از جمهوری اسلامی ایران چند هنرمند در این نمایشگاه اشتراک داشتن، از افغانستان چند هنرمند بودن و در واقع دیده میشه که به جز عکس آثار نقاشی هم هست. دقیقاً نقاشی ها از بانوان است که از ولایت هرات اشتراک کردن، از دوستان ایرانی ما نزدیک 19 اثر است و 19 اثر از اینا یه عده جمع کثیری از اتحادیه عکاسان جمهوری اسلامی ایران اشتراک کردن که داخل نمایشگاه به نمایش گذاشته شده. خیلی خوب. چقدر لازمه در این شرایط برنامه فرهنگی بیشتر برگزار بشه و خود شما چقدر فکر میکنیم خود نقش فرهنگ در رشد جامعه مفید باشه؟ دقیقا خیلی از دوست ها، خیلی از فرهنگی ها شاید این فکر رو میکنن که هنر و به نوعی به اغما رفته و این نمایشگاه بیشتر سعی بری داره که هنرمندا چه در قسمت عکس هستن، نقاشی و هنرهای دیگه که میتونه با ارتباط مستقیم امیدی رو در دلهای از اونا زنده کنه و به خاطر از این که هنر همیشه جوانه میزنه و هنر یا فرهنگ در هر کشوری که جنگ باشه یا به صلح و ثبات میرسه، فرهنگ همیشه زخمی میشه منتها دفن نمیشه. چقدر جمله زیبایی. چقدر بستر فعلا آماده برای فعالیت‌های فرهنگی و برگزاری چنین نمایشگاه‌های؟ داخل ولایت هرات یا ولایت کابل اکثر سطح ولایت‌های افغانستان، فعلا ولایت کابل و ولایت هرات نمایشگاه‌های متعددی رو در یکی دو ماه اخیر چه در صنایع دستی، هنر، تجارت، در تمام بخش ها به نوعی هنرشان و اونا رو به نمایش گذاشته شده و این یک تأثیر مستقیم بر افراد، اجتماع، سیاست و اقتصاد و تمام ابعاد جامعه خواهد داشت. و من پیام من برای دوستا، هنر دوستاییه که هر کسی تصویربردار از کنج دوربین خودش و نقاش از تخته نقاشی خودشو که با رنگ ها رو به رقص در میاره و اثری رو خلق میکنه و یا دوستانی که در قالب نوشتن، نویسندگی، تمام بخش ها علاقه خاصشان رو بروز بدن و دست به دست هم بدن که ای رو به یک دیگر انتقال بدن، او انرژی پتانسیل رو به یک دیگر انتقال بدن که هنر و این جامعه و این کشور پابرجاست و ما سعی و تلاش ما برازی باشه که بتانیم هنر رو زنده نگه داریم. خیلی ممنون. موفق باشیم. انشالله که دستاوردهای بیشتری در آینده داشته. قربانتان. زنده باشین. تشکر. خیلی ممنون. مراسم افتتاحیه نمایشگاه گروهی مشترک هنرمندان ایران و افغانستان رو شاهد بودیم، نمایشگاه بوی جوی مولیان. استقبال خوب هنرمندان عزیزمون از کشور دوست و برادر افغانستان با ارسال آثارشون ما رو بران داشت که بتونیم این قبیل برنامه ها رو به صورت سلسله‌ای و مرحله بعد اون رو در جمهوری اسلامی ایران خواهیم داشت. انشاءالله در این نمایشگاه 19 اثر از آثار انجمن عکاسان ایران به نمایش گذاشته شده و بالغ بر 22 اثر از
آثار هنرمندان عزیزمون از کشور دوست و برادر افغانستان. در جهت افزایش انگیزه یه سری از هنرمندان حوزه نقاشی هم بخشیش رو بهش اختصاص داده شد. آنچه مسلم است برگزاری این چنین برنامه‌هایی در برنامه‌های سال جدید با توجه به پیشینه تاریخی، فرهنگی و زبانی مشترک دو ملت جمهوری اسلامی ایران و ملت افغانستان خیلی خیلی میتونه عمیق و سازنده باشه در توسعه مناسبات فرهنگی. از گذشته این برقرار بوده به صورت بسیار پایدار و در 1401 و سالهای آتی هم به همین گونه خواهد بود. آنچه ما در این خصوص در ادامه خدمت شما میخوایم عرض کنیم این هست که در حاشیه این نمایشگاه در تاریخ 9 فروردین ماه جاری ما همایشی هست به صورت آموزشی تحت عنوان عکاسی نوین. یکی از اتفاقات خوبی که در این نمایشگاه افتاد این بود که ما حضور استاد محمد پهلوان عکاس برجسته جمهوری اسلامی ایران رو در اینجا داریم. کارگاهی برگزار خواهد شد، کارگاه آموزشی تحت عنوان عکاسی نوین. اتحادیه محترم عکاسان و فیلمبرداران ولایت هرات با ثبت نامی که از علاقمندان داشتند اسباب این برگزاری این همایش آموزشی در مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات در روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. اساساً مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات فعالیت‌های بسیار زیادی رو در حوزه فرهنگ در روی دست داره. همینطور که مستحضرین در ماه گذشته در همایش بین‌المللی حکیم نظامی حضور فرهیختگان، ادیبان و نویسندگان بسیاری از کشورهای مختلف و شاعران عزیزی شاهد بودیم که در محل هتل ارگ برگزار شد. همچنین در ماه‌های آتی در ماه مبارک رمضان در برنامه‌های قرآنی که ما انشاءالله پیش رو خواهیم داشت، ما بسیار امیدوار هستیم که این قبیل فعالیت‌ها با توجه به علاقه و اشتیاق بسیار و پتانسیل بسیار قوی که از حوزه هنرمندان در ولایت هرات ما شاهد هستیم دوام و قوام داشته باشه انشاءالله. روزیتا محمدی هستم، یک تن از اشتراک کنندگان خود نمایشگاه بوی جوی مولیان. حدود 15 اثر از ما در این نمایشگاه به اشتراک گذاشته شده. ما گروهی به نام سیاسفید هستیم که نقاشی های زیادی کشیدیم و فعلا 15 اثر در اینجا به نمایش گذاشته شده. هدف از این نمایشگاه خود به اشتراک گذاشتن زیبایی های طبیعت، زیبایی های خود هرات و ایران، کشور اسلامی جمهوری ایران هست که به اتحاد و دوستی و حمایت همدیگر نشان میده. و ما امیدوار هستیم که این دوستی و اتحاد ادامه پیدا بکنه و روز به روز بهتر و بهترتر بشه. ممنون که با ما همراه بودین. خدا کنه که لذت برده باشیم از این گزارش شما و امیدواریم که باز هم برنامه‌ای از این دست برگزار بشه جهت تقویت فرهنگ ما و همچنان جهت رشد هنرمندان. وقت شما خوش. خدا نگهدار.